سلام روزتون بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه قسمت دوم گاید اگمنتشن ایوکرمون رو میخوایم شروع کنیم پس همراهمون تا پایان باشید که توی این قسمت میخوایم بیشتر راجبه اسپل های اصلی هیرومون صحبت کنیم بریم ویدیو رو شروع کنیم خب اجازه بدید قبل از اینکه وارد بخش تخصصی ویدیو مربوط به ابیلیتی ها و اسپل هامون بشیم یک کم لور بگیم امبرتال و ابیسیان که از شروع اکسپنشن با هم آشنا شده بودن و رفاقتشون توی ده صرف پنج شکل درستری گرفته گرفت و بعد رفتن با هم ابروس حالا فتح کردن اگر بگیم با هم تصمیم گرفتن یه پروژه رو شروع کنن که یه بخشی از اون خاطرات فراموش شده و اون قدرت های فراموش شده ایوکرها در طول 20 هزار سال زندانی بودنشون رو بهشون برگردونن و ماجرای این اسپک اینجوریه که توی پروژه این دو نفر یعنی ابسیان و امبرتال این خاطرات به شکل آگمنتیشن برگشته خب بریم سراغ اسپل هامون و با اولین اسپلمون آشنا بشیم که کل بخش ساپورت هیرومون روی این ابیلیتی تعریف میشه اسمش از ابن مایت و کارایش چیه این اسپل اول بگم سی ثانیه کولان داره و به صورت نرمال یازده ثانیه و نیم روتونه اما کارایش چیه؟ به چهار تا تارگت فرنلی نزدیکتون چهارده درصد پرایمری ست شما رو میده حالا این چهارده درصد فقط اون میزان عددیش مهمه کارایش یعنی چجوری؟ یعنی زمانی که شما این دکمه رو فشار میدید الان من این دکمه رو فشار بدم زمانی که شما این دکمه رو فشار میدید به چهار تا تارگت اطرافتون اگر مثلا میج باشه بهش اینتلکت میده اگر پالادین تانک باشه بهش استرنج میده اگر مثلا روگ باشه بهش اجیلیتی میده اگر مثلا دروید فرال باشه بهش اجیلیتی میده دروید هم کیلر باشه بهش اینتلکت میده اینجوری به چهار تا تارگت اطرافتون شما باف میدید و به مدت 11 ثانیه و نیم هم روی اون تارگت ها این باف میمونه و یه راههایی حالا وجود داره که جلوتر میگیم که باعث میشه این اسپل تایمش طولانی تر بشه و اگر درست بازی کنید میتونید تقریبا یه آپ خیلی بالایی این باف رو نگه دارید خب دومین اسپلی که ما راجع بهش صحبت کنیم اسمش هست اراپشن کارش چیه اول اینکه جانشین دیس میشه و دو تا اسنس میگیره دو ثانیه و نیم کست داره و یه دمیجی به تارگت ها میزنه که به تارگت های اطرافش هم دمیج میده و باعث میشه که دوریشن ابن مایت شما رو که توی اسپل قبلی توضیح دادیم یک ثانیه افزایش بده خب ما ابن مایتمون رو اول یوز کنیم ببینید شما این ابن مایت من که میبینید یوزش کردم بافش اومد روم حالا دیسینتگریت هم یا همون ارابشن هم میزنم بافش هی داره دوریشنش زیاد میشه میبینید هی یک ثانیه یک ثانیه بالای سر من مینویسه هر بار اسنس بدم این بالای سرم مینویسه یک ثانیه دوریشن ابن هم زیاد میشه و یه دمیجی هم به تارگت های جلوییم میزنه انیمیشن قشنگی هم داره اسپل بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اسمش هست اپهیوال و کارش چیه؟ اولا که چهل ثانیه کولان داره یک اسپل این پاورتون دو ثانیه و نیم طول میکشه این پاور بشه و یک ولکانیک دمیج میزنه و هرچی حالا شما اون میزان ایمپاور شدنش افزایش پیدا کنه اون ریدیسش یا مثلا اون شعاش افزایش پیدا میکنه و سه ثانیه هم دوریشن ابن مایتمون رو افزایش میده خب اول اسپل رو با هم ببینیم میبینید هرچی این پاورش بیشتر بشه این دایره ای که قرار دمیج بده بزرگتر میشه من الان دارم اسپل رو کنسل میکنم که فقط شما انیمیشنش رو ببینید میبینید این انیمیشن داره هی بزرگ و بزرگتر میشه خب اون بخش دوریشنش رو هم ببین بخش افزایش دوریشنش رو هم ببینیم این ابن مایت بافش افتاد رومون حالا آپیوال رو میزنیم و 14 درصد ورساش رو گرفتیم 3 ثانیه افزایشش رو گرفتیم و ایوی دمیجش رو هم دیدیم که زد که چیز جالبی بود پس تا اینجا ما دو روش برای افزایش تایم ابن مایتمون یاد گرفتیم ابن مایتمون رو میزنیم پیوالمون هم میزنیم و حالا اراپشنمون رو هم اسمم میزنیم میبینید همینجوری داره تایمش زیاد و زیادتر میشه میبینید تایمش داره اینجا بالای اسنس یک باری گذاشته خود بریزارد که میزان تایم رو نشون میده و میتونید شما این باف رو به تایم نسبتا زیادی نگه خب اسپل بعدی که میخوایم راجع به صحبت کنیم فایر برسه که فایر برسه تو بقیه ایوکر ها میشناسید و میبینید روش نوشته که میتونه دوریشن ابن مایت رو هم افزایش بده پس شد سه روش برای افزایش تایمش آب هیوال فایر و اراپشن خب اسپل بعدی که میخوایم راج بهش صحبت بکنیم اسمش هست پرسینس و کارش چیه؟ اینه که اول سه درصد کریت به یک تارگت اطرافمون میده و اگر تلنت های مرتبط باهاش رو بگیریم باعث میشه که 15 درصد دمیجی که حالا اون علایمون داره میزنه اکو بشه یه بار دیگه هم بخوره که میتونه خیلی چیز جالبی باشه یه چیزی شبیه به استف لجندری اگر تو کاتا یادتون باشه رفته باشه تو کاتا گرفته باشینش تو کاتا ما یه همچین چیز روی استف لجندری دراگون رست داشتیم خب میخوایم توی این بخش راجع به چهار تا اسپل دیگه هم خیلی سریع صحبت کنیم بعد یه جمبندی کلی بکنیم و بعد ویدیومون توی قسمت دوم رو تموم کنیم که خیلی هم طولانی نشه اولین اسپلی که میخوایم توی این بخش راجع بهش صحبت بکنیم اسمش اسپیشیال پارادوکسه که شما و یک هیلر دیگه رو مارک میکنه و هر دوتاتون میتونید در حال راه رفتن کست کنید و همچنین رنج اسپل هاتون هم افزایش پیدا میکنه خب خیلی چیز جالبیه و میتونه خیلی کاربردی باشه مخصوصا توی رید حالا توی میتیک پلاس شاید اونقدر کاربردی نباشه ولی باید ببینیم کاربردهاش به چه سبکی خواهد بود دومین اسپل اسمش هست دراکونیک اتونمنت که دو تا استنس بهتون میده مثل وریور که مثلا حالا استنس دیفنسیو و این حالت ها داره دو تا استنس بهتون میده که هر کدوم یه کاربردی داره یکی بهتون 10 درصد موومنت اسپید میده و یکی 5 درصد ماکسیمم اچ میده که این قضیه ای مکسیموم اچ میتونه جایگاه شما رو توی رید تقریبا تضمین تنزی... کنه به عنوان یک آگمنتیشن اسپل بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم اسمش هست بیلیسترینگ اسکیل که باعث میشه یک بافی روی تارگت فرندلیمون بیفته و سی درصد آرمور شما رو به اونها بده که میتونه به شدت برای تانک ها خوب باشه و همچنین زمانی که تانک ها این بافروشونه و میلی میخورن یه ایوی دمیج خیلی سنگینی و اطرافیاشون میزنن که میتونه خیلی چیز جالبی باشه و خیلی کمک بکنه به تانک ها خب آخرین اسپلی که میخوایم راجبه صحبت از برس آف ایانز و کاربردش چیه اولا که جایگزین دیپ برستون میشه اون اجدهایی میشه که یه مسیری رو طی میکردید باهاش و یه دمیج خیلی زیادی به تارگت ها میزنه این دمیج چجوری حساب میشه گفته 21 درصد دمیجی که اون الای های شما فرنت های شما توی تایم ابن مایت زدن رو جمع میکنه و یک جام میزنه ما راجع به ابن مایت توضیح دادیم گفتیم ابن مایت یه بافی که روی تارگت رو روی تارگت های اطرافمون میندازیم و باعث میشن اونها یک باف پرایمری استت بگیرن خب دوباره با هم ببینیم این ابن مایتمون باف افتاده ما اسپل های مختلفمون رو که میزنیم به همون باف ابن مایتمون رو هی افزایش میده میبینید ما داریم اسپل های مختلف رو میزنیم باف ابن مایتمون رو افزایش میده تایمش رو و زمانی که این باف تموم میشه این اسپل داره شارژ میشه داره شارژ میشه شارژ میشه باف ابن مایتمون که تموم میشه اسپلمون شارژ شده و حالا توی این مسیر که حرکت میکنیم تموم که میشه دمیجی که میده بر اساس دمیجیه که Uh, توی اون 21 ثانیه گذشته تارگت ها حالا اون پلیر های فرندلی به تارگت هاشون زدن و میتونه دمیج فوق العاده زیادی باشه حالا باید ببینیم در عمل چه جوری کار میکنه اینا فعلا حالت تئوری داره خب اگه بخوایم یه جمع بندی بکنیم توضیحاتی که توی این قسمت راجع به آگمنتیشن ایوکر دادیم اینه که ما بقیه تارگت ها رو با ابن مایت باف میکنیم این تایم باف رو میتونیم با ارابشن و حالا برساف ایان و اسپل های این پاورمون زیاد کنیم و همچنین اسپل های کمکی زیادی داریم مثل مثلا بلیسترینگ اسکیل برای تانک ها باف کلی برای ریدمون و یه اسپل هایی که به هیلر کمک کنه یا مثلا پرسیسنس که میتونه به تارگت های دیگه باف کریت بده و دمیج هاشون اکو کنه که گفتیم شبیه به دراگون راس استف لژندری کاتاکالیسمه خب دیگه بیشتر از این نمیخوام گیجتون کنم با این توضیحات و میخوایم این قسمت رو فعلا ببندیم و امیدوارم نکاتی که امروز گفتیم رو به ذهن بسپارید توی قسمت های آینده خیلی بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد پس همراه حتما باشید